بعد از المپیک لندن 2012 قوانین کشتی تغییرات زیادی پیدا کرد و از روزی که آقای محمد بنا از کشتی خداحافظی کرد و اصطلاح قهر کرد و رفت، حدود 2 سال خورده میگذشت و این تیم بارها به وسیله مربیان دیگه هدایت شد و دچار تداخل در کار ورزشکاران و مربیان دیگه شد. روزی که در مشهد مسابقات انتخابی برای تیم ملی قرار بود که انجام بشه، آقای حمید سوریان وزکشی کرد ولی کشتی نگرفت. از همونجا سیر نزولی کار شروع شد. بعد که مسابقات لاس‌وگاس رفت، بعد که مسابقات لاس‌وگاس رفت در مقابل کشتیگیر ژاپن، به علت عدم رعایت قوانین جدید با مشکل برخورد کرد و از کشتی دیسکالیفیکیشن شد و حذف شد. مجددا در ماه پیش در قزاقستان سهمیه دوم شرکت کرد، در اونجا باز مشکل خورد و برای بار سوم در مسابقاتی که دیروز انجام شد در مغولستان، بالاترین فشار ممکن در چندین سال گذشته به این جوان رعنای ما وارد شد. آقای اعتماد مقدم، مشکل اینجاست، جایگزین کردن حمید سوریان به جای سامان عبدولی جوان در آخرین روزها پیش از اعزام به مغولستان نتیجه در واقع جنبندی کادر فنی نبوده. آقای محمد بنا خودش رأساً تصمیم گرفته. چه کسانی مقصر هستند؟ محمد بنا، کمیته فنی مقصر، دکتر تغذیه مشخص بود که حمید سوریان ضعف بدنی داشت، کادر پزشکی یا خود حمید سوریان شاید نباید قبول میکرد این رقابت رو شرکت کنه؟ بله، حمید سوریان قهرمان بلا منازع ما و دارنده 7 مدال طلای جهان المپیکه و از آگاهی های لازم بر وضعیت فیزیکی و روانی خود برخورداره. به محض باخت کشتی آقای سوریان در قزاقستان، یکی از اعضای شورای محترم فنی جناب آقای مشتاقی که سالیان سال خودش هم به عنوان قهرمان و هم به عنوان عضو شورا هست، عنوان کرد که ایشان در مسابقات قزاقستان شرکت نخواهد کرد و تصمیم خیلی جامع و قانونی. آقای عبدولی هم که آماده شد خودش رو برای مسابقات انجام بشه، ولی متاسفانه چند روز مونده به مسابقات مغولستان، چطور بگم، تصمیم یهو عوض شد که بایست آقای سوریان به میدان بره. آقای سوریان هنوز بدنش بازسازی نشده بود. کشتی دیروز رو توجه کرده باشید، دور اول که کشتیگیر ارمنستان رو برد، به محضی که وارد کشتی دور دوم شد، فقط در یک دقیقه اول که حریف و خاک نشوندن و بارانداز اول بارانداز دوم زد بلند شد، فشار زیادی به از نظر جسمی به این آقا وارد شد و تا دقایق 5 فقط در صدد این بود که روی پای خودش بتونه با حریف مقاومت کنه که بیسته، ولی از دقیقه 5 بعد، دقیقاً 41 ثانیه به پایان مونده، سیر نزولی سرسام‌آوری وجود این آقا رو گرفت که اصلا کشتیگیر حریف بلغاریشان عملی انجام نمیداد، فقط نگرش داده بود با تکونای جلو عقبی که انجام داد، خود به خود به خاطر اینکه از انرژی عضلانی آقای سوریان رو به کاهش میرفت، مجبور شد که خاک بشینه. وقتی که خاک نشست، به محض اینکه خاک نشست، پوانی که گرفته بود از دست داد و کشتی رو با نتیجه 9-4 واگذار کرد. حتی داور موقعی که ایشان خوابیده بود خیلی لطف کردن به ایشان، اختار و پوان اقدام کردن، رئیس تو شک موافقت نکرد به خاطر کسفت ایشان، به خاطر مدارک ایشان، ولی امکان این که انرژی حتی غلط زدن روی دوشک نداشت، با کمک داور از روی دوشک خواست بلند شه که ورزشکار با مرام بلغارستانی به کمک آمد و ایشان از جا. خب حالا بهای این ناکامی چی هست؟ حمید سوریان وزنش اگه اشتباه نکنم 69-67 کیلو هست و در 59 شرکت کرده. تنها وزنی که ایران سهمیه نگرفته 59 کیلویی هست. حمید سوریان در 30 سالگی هست. نظر شما چی هست؟ محسن حاجی پور هست با اون شرایطی که در لاس‌وگاس اتفاق افتاد و سامان عبدولی جوان که حالا میگن مصدومه،
و فقیری هم هست در این وضع. تا 17 اردیبهشت ماه هم رقابت های استانبول آخرین میدان هست برای کسب سهمیه المپیک و حالا قهرمان ها باز موندن، اونهایی که نتونستن، نام های بزرگی که موندن و نتونستن سهمیه بگیرن بعد در استانبول به روی تو شک برن. شما فکر میکنید که آیا سوریان میتونه به روی تو شک بره، خودش باید این کار رو انجام بده یا سامان عبدالولی و یا که سوریان تموم شد؟ آقای ملا قاسمی که از اعضای محترم شورای بنی اعلام کرده قبل از حرکت که آقای محمد بنا گفته حتی اگر آقای سوریان در مسابقات مغولستان نتیجه نگیره، ما ایشانو مجبوریم که مجدداً در مسابقات جهانی استانبول شرکت بدیم. مسابقات جهانی استانبول متاسفانه شاخصهای بزرگی در شرکت میکنن، حدود 8 کشور هست، ایران هست، مغولستان هست، بعد خود ترکیه هست، امریکا هست و این کار خیلی سختی هست. اگر بنا باشه که آقای سوریان مجدداً در مسابقات گزینشی مرحله آخر شرکت کنه و نتونه سهمی لازم رو بگیره، بهتر اینه که ما یکی از این جوانانی که شما الان بهش اشاره کردی رو استفاده کنیم و آسمان به زمین که نیومده. اگر این آقا ما سال المپیک هم یه سهم کشتی فرنگی یه دونه سهمی نداشتیم، ولی رفتیم با اقتدار 3 مدال طلا آوردیم. لندن در کنار تیم ملی بودید و افتخار آفرینی که برای کشتی فرنگی و کشتی آزاد شد. خیلی کوتاه چشمانداز کشتی فرنگی آزاد در المپیک ریو رو چگونه میبینید؟ من آزاد بهتر از فرنگی میبینم، چون فرنگی قوانین واقعا عوض شده، اصلا سیستم کشتی 180 درجه برگشته. ما تیرمون حدودا 4 سال نفراتمون پیرتر شدن، بعد الان سردار تیممون که آقای سوریانه دوچار این معضل شده و مهمتر از اون داوران المپیک و داوران مسابقات جهانی دقیقا به ترفندهای بچه های ما در کشتی فرنگی آگاهی کامل و با اختیار تام روی دوشک حاضر میشه. به محضی که کمکاری بشه، به محضی که کله بزنیم، به محضی این که حالت دفاعی بگیریم، کشتی رو از سرعت بندازیم، اختار و پوان به ما خواهند داد. ولی در کشتی آزاد اونم سردارش جناب آقای رضای یزدانی متاسفانه دچار آسیب جسمانی شده، آشیل پاش دچار آسیب شده که در اوزان مختلف هم هنوز ما تیم کامل نرستیم. مثل این که کمیته المپیک از فدراسیون کشتی خواسته که شما لطف بکنین اسامی رو بدین، اینا گفتن ما تا 15 روز قبل از المپیک تصمیمی برای این کار نداریم. فکر میکنید که نتایج المپیک 2012 لندن تکرار شدنی نیست در این دوره؟ اصلا فراموش کنید. اصلا شما مدال هایی که در المپیک لندن نصیب ما شد با شرایط و قوانین و آمادگی و چه ها و انگیزه ها و شرکت در مسابقات جهانی و تمام اینها دست به دست هم داده بود، ابر و ماه و مه و خورشید در کار بودن و زحماتی که بچه‌ها کشیدن نتیجه گرفتن. فرنگی رو شما کاملا فراموش کنید که ما بتونیم اون اقتدار دوباره به نمایش در کشتی آزاد تیم کاملا جوانه ولی تیمای دیگه هم که استراحت نمی کنن، اونا آمار و آرزوی هر قهرمانی شرکت در المپیک و نتیجه پیشرفت ورزش هر فدراسیون و تشکیلات ورزش اون در المپیک محاسبه میشه بر مبنای مدال طلا فقط. متشکرم. کیانوش اعتماد مقدم، کارشناس کشتی، کارشناس ورزش که با ما گفتگو کردید از شهر دالاس تگزاس، با سپاس از شما.